سلام علیکم و رحمت الله برکاته. به نام خداوند بی‌نهایت بخشنده و مهربان آغاز میکنیم به بحث امروز. لکچر دوم فصل سوم الجبر است. امروز انشاءالله تجزیه نوع دوم را در نظر خواهد گرفتم، یا تفاضل مربعات. یک جای آرام را پیدا بکنید و ما درس را آغاز میکنم. مثل صنف عمل کنید، کتابچه و قلم را بگیرید و دانه دانه سوالایی را که میندازیم کار میکنیم. اول کوشش کنید ویدیو را استارت کنید، خودتان کار کنید، که نتونستین پلی کنید و ویدیو را ببینید. بر صورت عنوان بگیرید تجزیه نوع دوم یا تفاضل مربعات. صحیح؟ تجزیه نوع دوم یا تفاضل مربعات. یک تجزیه بسیار بسیار ساده است. شکل عمومی از چی است؟ شکل عمومی از افاده باید به این شکل بیاید: A مربع منفی B مربع. یعنی افاده دو حد داشته باشه، نمای اردیش دو باشه، علامه وسط و منفی. یکیش مثبت، یکیش منفی، اردیش منفی نه. در این صورت شما ایره به دو قوس تجزیه میکنین، یکیش منفی یکیش مثبت. میتونه اولش مثبت دومش منفی، فرق نمیکنه. یک ایده ای قوس، یک ایده ای قوس، یک بیام دی قوس، یک بیام دی قوس. صحیح؟ حالا روی مثال میبینیم کاملا میفهمین. مثلا مثال اول، تن یک مثال بسیار زیاد ساده است: x مربع منفی y مربع. ببینیم که اول افاده تان دو حد است، است نماد دو است، است علامه وسط منفی است، است. بنابراین خیر این تیپ گرفت. اگر گرفت دو قوس، یکیش منفی یکیش مثبت، x دو دانه است، یکیش اینجا یکیش اینجا، y هم دو دانه است، یکیش دقیق قوس یکیش هم دقیق قوس. بیاز اگر پس ضرب بکنیم ایره پس دوباره میده. بسیار خوب. مثال دوم: x مربع منفی y بنمای 4. اینی تیپ داره، ولی اینجا یک نماد دوست، یک نماد چار. ما گفتیم در تفاضل مربعات شما کوشش میکنین که هر دو نماد دو شوه. خیر آخرین تلاش دانه به خرچ میرسانین تا که این نماد رو دو جور کنین. خب چه رقم دو جور کنم؟ پشتش نگرد، این تا یک قوس نشته که مربع، این دیگه شما نشته که مربع. صحیح؟ تکنیک شبیه است. اولین حد تان چی است؟ x. بنان دو تقسیم دو یک، x بنمای یک. y تانه ببین، اینجا نشته که y. 4 تقسیم 2 میشه 2. خیلی وای مربع کل مربع، بیاز دو دو 4 میشه. نام اینی را بانین A، نام ای را بانین B. آیا شکل A مربع منفی B مربع را نگرفت؟ گرفت. اگر گرفت به دو قوس مزدوج، یک قوس این دیگه قوس، یکش منفی یکش مثبت، یک ایده ای قوس x بنمای یک، یک ایده ای قوس x بنمای یک، یک بی دی قوس وای مربع، یک بی هم دی قوس وای مربع. ساده نیست؟ بسیار ساده. مثال سوم، فکر کنین که 25 x مربع منفی y بنمای 6. مهم چیز، افاده دو حد داره؟ داره. اگر داره نمار دو جور کردنش آسان است. چه قسم نمار دو جور کنم؟ ای رو نشته کنین، این تو نمایش دو منفی، ای دیگر هم نشته کنین دو. صحیح؟ اما 25 چند مربع است؟ 5. فکرتان باشه وقتی که ای مربع میگین، ای مربع شامل ضریب شام است. یعنی تو نشه که اینجا کدام عدد بگیره، باید هر عددی که میگیره اون باید در داخل ای شامل باشه. بسیار خوب. خیلی 25 شد 5 مربع و x مربع رو ببین، x بنمای x دو تقسیم دو یک. حال 5 مربع شد 25، x که مربع شد x مربع منفی، y رو ببین، این نشته که y 6 تقسیم دو 3، بیاز 3 دو 6 میشه. نام این از اینی اگر اجازه است A میمانم، نام از این اگر اجازه است B میمانم. کدام شکل گرفت؟ A مربع منفی B مربع. A مربع منفی B مربع به دو قوس مزدوج تجزیه میشه، یکش منفی یکش مثبت. یک ای دی قوس، قوس اول 5x، یک هم دی قوس 5x، یک بی دی قوس y مکعب، یک بی هم دی قوس y مکعب. بنابراین افاده ما تجزیه شد به 5x جمع y مکعب و 5x منفی y مکعب. سایز؟ مثال چندم؟ چهارم. خب چرا خب مثال بگیرم؟ فکر کنین که 16 x بنمای 4 منفی 81 y بنمای 12. آیا ای به شکل تفاضل مربعات می آید؟ چیزی که مهم است، افاده باید دو عدد باشه، یک، و دوم ای که مختلف العلامه باشه، یعنی یکش مثبت یکش منفی، تا اینی تیپ بگیره. نمای دو انشالله جور کردنش آسان است. این نشته میکنه یک قوس نمایش دو، این دیگه قوس هم نمایش دو. اینا داخل قوس ها رو تکمیل کنه.
16 چند مربع است؟ 4. 4 مربع به 16. x بنمایی. 4 تقسیم 2 این میشه 2. 4 مربع 16 x مربع که مربع شده x بنمایی 4. 81 چند مربع است؟ 9. y بنمایی 12 را چی نشته کنم؟ 12 تقسیم 2 این میشه 6. بیاز 6 2 12. فیز؟ از اینجا نام زیر بانین A، نام زیر بانین B. کدام شکل گرفت؟ A مربع منفی B مربع. A مربع منفی B مربع این میشه دو قوس. یک قوس، این دیگه قوس. یکیش منفی، یکیش مثبت. یک A در یک قوس. بخوان X ها؟ یک A در یک قوس. بخوان A را؟ 4X مربع. یک A هم در یک قوس. 4X مربع. یک B در یک قوس. 9Y بنمای 6. یک B هم در اینجا. 9Y بنمای 6. مطمئن استم که فهمیده. کپی کنین این را تیستر. میشه؟ ای خدایم، من کمک چای خوردم، پاکش کنم، بریم بخیر به مثال پنجم. مثال پنجم. سی و شش اکس مکعب منفی چند بگیرم؟ منفی 49 اکس وای مربع. ایره چطور تجزیه میکنیم؟ یادتان باشه یک افاده وقتی که برتان داده میشه که چطور تجزیه میکنین. اولین چیزی که مهم است کوشش کنین که از استراتژی اول ببینین که تجزیه نوع اول میشه یا نه. اگر شد تجزیه نوع اول بکنین، مثلا در بین از اینا اکس مشترک است، سیز؟ اکس که مشترک بگیرم قوس، 36 تقسیم 1 36، اکس مکعب تقسیم اکس اکس مربع، منفی تقسیم مثبت منفی، 49 تقسیم 1 49، اکسش را گرفتم وای مربع. آل فکر کنین که این نیست، سیز؟ اگر آل فکر میکنین این نیست، 36 اکس مربع منفی 49 وای مربع، تفاضل است، نماد دو داره، کاش که ای مکمل ای مربع شد و ای بی مربع شد. برای نمی کار کنید. خیر ما اینی قسمته کاش که رقمی نشته کده بتانم. انتو مربع. انتو مربع. خود 36 6 است. و ایام اکس. بیاز 6 مربع میشه 36. اکس که مربع شده؟ اکس مربع. 49 را نشته میکنم 7. 7 مربع بیازو 49 میشه. و وای هم وای مربع بیازو وای مربع میشه. ایت یک قوس دیگه داره. این قوس. اینی قوس. و پیشوریش اکس داره. یا x سایز این حاله نام این از اینی را اگر a بانم، نام از اینی را اگر b بانم، کدام شکل گرفت؟ a مربع منفی b مربع. a مربع منفی b مربع به فکر ما به دو قوس مزدوج تجزیه میشه. کدام دو قوس؟ این یک قوس یا دیگه قوس، یکیش منفی یکیش مثبت. یک a در یک قوس یعنی 6x، یک A در این قوس یعنی 6X، یک B در این قوس یعنی FY، یک B هم در این قوس یعنی FY. پیشوری خود یک دانه X داره، اینی هم X. صحیح؟ شاید دلتان بگرده خب بسی قوس تجزیه شد، فرق نمیکنه، X میتونی داخل یکی از اینا ضرب کنی، داخل هر دوش نید، داخل یکی از اینا ضرب کنی. دلتان X در اینجا ضرب میکنین، دلتان X در اینجا ضرب میکنین. فرضاً در اولیش ضرب میکنم. اگر ضربش بکنی این مساوی میشه x ضرب 6x میشه 6x مربع، مثبت ضرب منفی منفی x ضرب fy هفت xy و قوس دیگهش 6x جمع 7y. این بود تجزیه نهاییش. سیز مثال ششم. مثال ششم چی بگیرم؟ خب ساین مربع x منفی چی بگیرم؟ منفی کوساین مربع x. ایره تجزیه میکنم. بسیار ساده. به فکر می سوال خودش حل است. خب چه قسم؟ به دو قوس. اینه یک قوس و یام شد دیگه قوس. یکیش منفی یکیش مثبت. ساین دو دانه است. یکیش دیگه قوس ساین x. یکی هم دیگه قوس ساین x. بیازو اینی ایس و ای بیس. ای مربع منفی بی مربع را تیپش هم داره. کوساین اکس هم به دو قوس. یکیش دقیق قوس و یکیش هم دقیق قوس. خیلی ساین اکس منفی کوساین اکس ضرب ساین اکس جمع کوساین اکس. بسیار خوب. سوال هفتم. هفتم. چرا رقم سوال بگیریم؟
و من کوشش نمی کنم که روابط مد نظر بگیرم، یعنی دای میشه سوالای مثلثات، سوالای لوگارتم و بسیار سوالای خوبی داشته باشیم، ولی باز شما قوانین مثلثات، قوانین لوگارتم اینا رو باید بفهمین، باز در صورت سوال برتان بهتر خواهد بود. صحیح. حالا کوشش میکنیم سوالای قالبی بر صنف اساسات که خدای نخواسته زیاد مغلق تمام نشه. خب سوال هفتم، فکر کنین که چند بگیرم. ایت یک افاده میگیرم که یکیش درجه دو شود دیگهش نشه. صحیح. مثلا فکر کنین که 64 x بنمای 6 منفی چی؟ منفی y. صحیح. اینی بنمای دو تبدیل میشه اما این قسمت نمیشه. چی کار کنیم؟ وقتی که نشد به اساس جذر کمک بگیرین. چه قسم به اساس جذر؟ یعنی اینی رو نشته کنین نمایش دو منفی، این رو نشته کنین نمایش دو، در قصه کسی نباش، قصد تو نشته کن. بنان 64 8 مربع است، x بنمای 6 6 تقسیم 2 3، بیاد 3 2 پس چند میشه؟ 6. وای ببین آل وای خود تقسیم از این نمیشه، نمازی یک است، میشه اصلا. چه قسم میشه؟ اینی وای نمازی چند است؟ 1. 1 تقسیم 2 1 بر 2 و 1 بر 2 مانش جذر. جذر چندو؟ جذر 2. تکرار میکنم، مثل که 6 تقسیم 2 میگه 3، نمازی چند است؟ 1. 1 تقسیم 2 1 بر 2 و 1 بر 2 خودش مانش جذر 2. فکر کنم فهمیدین. ایناله نام زیر بانن A، نام زیر بانن B، کدام شکل گرفت؟ A مربع منفی B مربع. چرا قم تجزیه میشه؟ بعد دو قوس، دو قوس مزدوج، یکش منفی یکش مثبت. 1 A دی قوس این میشه 8 x مکم، 1 A هم دی قوس دیگه 8 x مکم، 1 B دی قوس جذر Y و 1 B هم دی قوس جذر Y. مطمئن هستم که فهمیدین. بر صورتی رو کپی کنین، پیش میرم. خلاص هست؟ سوال آسان نیست، بسیار ساده است. فقط در تجزیه نوع دوم یا تفاضل مربعات چیزی که برای شما زیاد مهم است، نمای دو را جور کنین. نما را که دو ساختین به دو قوس مزدوج بسیار سادگی تجزیه میشه. بریم بخیر به سوال ما بعد، سوال هشتم. سوال هشتم چه رقم بگیرم؟ A جمع B کل مربع منفی A منفی B کل مربع. این رو تجزیه میکنیم. کسایی که مطابقت های مشهور خوانده، تفاضل مربعات دو قوس مزدوج، چهارچند حد اول ضرب حد دو، علامه را از قوس اول میگرفتین، مثبت از مثبت چارچند، منفی است منفی چارچند. ولی بر صورت در اینجا نام زیر مکمل ای میمانم، نام زیر مکمل بی میمانم. پلان چیز؟ پلانی است که افاده به دو حد تجزیه شوه، نمایش دو، علامه وسط هم منفی. بسیار خوب شد. اینال خیلی به دو قوس تجزیه میشه، یک قوس اینجا یک قوس اینجا، یکیش مثبت یکیش منفی. صحیح؟ یک A در این قوس، نام A ما چیز؟ A جمع B. یک A هم در این قوس، A جمع B. یک B، یک B در این قوس، A منفی B. یک B دیگه در این قوس، اما B دیگر که در این قوس نشته میکنی علامه روبرو منفی است، باید این داخل قوس نشته کنین، به خاطر که علامه تبدیل میشه. شاید در دل بگرد اینجا چرا قوس نگرفتی؟ در اینجا هم B گی مشکل نیست، اما مثبت بیاز که ظرف شود تغییر نمیده علامه را. بسیار خوب، ای رو ساده میسازم، A جمع B باشه، جمع A منفی B هم باشه، ای دیگه A جمع B باشه، منفی ضرب A منفی B، منفی A منفی و منفی مثبت B. اگه اجازه است ای A کت ای A خلاص میشه، اینجا ای B همراه B خلاص میشه، A و A میشه 2A، ضرب ای دیگه B و B میشه 2B. بنان ای دو تا دالت ضرب است، 2 2 4 A B، الان میشه مثبت آمد چون قوس اول مثبت است. اگر A منفی B کل مربع اول نشته میبودی دو میامد، باز جوابش منفی 4 B بود. و شما تحت مطابقت های مشهور خواندین که A جمع B کل مربع منفی A منفی B کل مربع، رابطه ازی است مثبت 4 چند حد اول ضرب 2، و اگر A منفی B کل مربع منفی A جمع B کل مربع باشه، رابطه ازی منفی 4 چند حد اول ضرب حد دوم است. این بسیار مهم است، بسیار کار میاد در سوال ها. سرعت بند در ریاضی،
فوقلاده عالی میسازه. تفاضل مربعات دو قسم از دویچ، مثبت مثبت چار چند حد اول ضربه دو، منفی باشه منفی چار چند حد اول ضربه حد دو. سهیست؟ میاییم به سوال ما بعد. سوال نوم. خب چه قسم بگیرم؟ x منفی y کل مربع منفی x جمع 3y کل مربع. فیکس ای باز تفاضل مربعات دو قوس مزدوج نیست، به خاطر که یک قوس x منفی y است، دیگه قوس x جمع 3y است. فقط و فقط نام زیر a بانه، نام زیر b بانه. کدام شکل گرفت؟ a مربع منفی b مربع. a مربع منفی b مربع را یاد دارین. چه قسم انکشاف میدین؟ دو قوس میگیرین، یک قوس ای دیگه قوس، یکیش مثبت یکیش منفی. یک ایده ای قوس x منفی y، یک ایده ای قوس x منفی y، یک b ده ای قوس. علامه روبرو مثبت است، هیچ اگه قوس هم نگیرین خیر است، اما اگه خود عادت ده قوس بتین به نفعتان است. در اینجا که b رو نشته میکنین، پیش رویش علامه منفی لوچک است، مجبور هستین قوس بگیرین. خیر، x جمع 3 y. فهمیده؟ نام این از اینی چی است؟ a، نام ازی هم a، نام ازی b و نام ازی هم b. a مثبت b، a منفی b را تیپیش هم گرفت. از اینجا x منفی y باشه کار ندارم، مثبت x مثبت 3y هم باشه، این دیگه x منفی y هم باشه، منفی داخل قوس ضرب میکنم، منفی x منفی 3y، اینی x با x جمع میشه 2x، 3y که 1y بره مثبت 2y ضربه قوس دیگه، x با x خلاص میشه. تایز منفی y و منفی 3y منفی 4y. اینی هم بود تایزش. مطمئن هستم که فهمیدی. یک شاگرد چی میگه؟ نمیشه استاد کی انکشاف بده، میره انکشاف بده، منفی رو ضرب کنم داخل تجزیه کنم؟ میشه، ولی بهتری رقم آسان است. چرا دوجه خدای نخواسته نشه که تعداد حدود تان زیاد شوه. تعداد حدود زیاد شوه با تجزیه کردن برتان مخلق است. بر صورتی رو بگیرین آجل تیستر پاکش کنم. بسیار خوب، در تجزیه ذره مثال زیاد گرفتم. یگانه تجزیه که زیاد استفاده میشه از جمله شش نوع تجزیه، یکی شی نمی تجزیه نوع دوم است، زیاد استفاده میشه. و دیگه باز تجزیه نوع پنجم تجزیه ترینوما خواهد بود. این تجزیه بینوم یک قاعده عمومی است، و باز سر تجزیه ترینوم هم قاعده عمومی بالایش کار میکنه. خب سوال دوم، سوال دوم چی بگیرم؟ 75 x بنمای 4 منفی 27 y مربع. خب 75 x بنمای چند؟ 4 منفی 27 y مربع. چه رقم تجزیه کنیم؟ اول ببینید که تجزیه نوع اول میشه یا نه، اینو زیاد دقت کنید. به فکر من 75 و 27 در بین هر دوش ارزش قابل تقسیم به 3 را داره، داره یا نه؟ بنان اگر داره یک سیر مشترک میگیرم، دیگه چیز مشترک نیست. 75 تقسیم 3 میشه 25 x بنمای 4 منفی 27 تقسیم 3 9 y مربع. بس خلاص حل شد. اینا پشتی 3 نگرد. آیا اینی 25 x بنمای 4 5 x مربع کل مربع نیست؟ هست. یعنی اینی رو من اشته کده میتانم 5 x مربع کل مربع، 5 مربع 25 x بنمای 4 تقسیم 2 این 2 یا 2 2 4 منفی اینی 3 y کل مربع نیست، 3 مربع 9 و y مربع است. نام نظیره میمانم a، نام نظیره میمانم b. کدام تیپ گرفت؟ a مربع منفی b مربع. a مربع منفی b مربع چه رقم تجزیه میشه؟ به دو قوس، اینی یک قوس ایده یک قوس، یکیش منفی یکیش مثبت، یکی در قوس 5 x مربع، در دیگه هم 5 x مربع، در قوس اول 3y، در اینجا هم 3y، اما یک دانه 3 داشت، اینیا 3ش. 3 را میتونید داخل یک از قوس ها ضرب کنید، داخل هر دوش اجازه نیست، یا 3 را داخل ازی ضرب کنید یا 3 را داخل ازی ضرب کنید. ضرب قوس دوم کنم این بار 3 است؟ آ 3 است. خیر قوس اول خودش 5x مربع منفی 3y، قوس دوم 3 5 15x مربع و مثبت ضرب مثبت مثبت 3 ضرب 3 9 y. ای بود
تا زیش. صحیح؟ مثال 11. مثال 11. 4 بر 9 x مربع y مربع منفی چند بگیرم؟ 4 بر 9 x مربع y مربع منفی 25 x بنمای 6 y بنمای 10. دیره تجزیه میکنم. چی کار کنیم؟ هر قسمی که میشه افاده رو باید درجه 2 بسازیم. اینه درجه 2 یا درجه 2. بیاز دو حد هم هست. 4 2 مربع است. 9 3 مربع است. x 2 تقسیم 2 1. y 2 تقسیم 2 1. منفی ایره 5 مربع بیاز 25 است. x چند ناشته کنم؟ 6 تقسیم 2 3. y چند ناشته کنم؟ 10 تقسیم 2 5. اینی گپ است. اگر در ذهنتان سوال میگرد اگر 10 نباشه 9 باشه. 9 تقسیم 2 9 بر 2. 9 بر 2 باز میتونی جذر دومی وای بر ماین رو داشته کنیم. صحیح؟ مشکل نیست. نامی نزینی رو میمانم A. نامی نزینی رو میمانم B. ضریب A باید یک باشه. A مربع منفی B مربع. به فکر می به دو قوس تجزیه میشه. یکیش منفی یکیش مثبت. یک A در این قوس یعنی 2 بر 3 x y. یک A هم در اینجا 2 بر 3 x y. B 5 x مکعب y بنمای 5. اینجا 5 x مکعب y بنمای 5. بنان به دو قوس تجزیه شد. یک مثال دیگه هم میگیرم. مثال 12 x مکعب منفی جذر 2 جمع 3 x کوساین 90 منفی 4x. ایراد نکن. شاید دلتان بگرده یه فاده سیهده است. سیهده رسیست. در تجزیه نوع دوم شما نمیتونید تجزیه کنین. باید از دو حده باشه و مختلف العلامه. خیلی چی کار کنیم؟ اینجا اگر دقت کنین به سوال اینی قسمت کوساین 90 صفر است. صفر ضربه صفر میشه. خیر اینی ساحتان صفر شد. ای از بین رفت. اگه از بین رفت ای میشه x مکعب منفی 4x. فکر میکنم یک افاده بسیار ساده هست. در بین اینا یک x مشترک نیست. هست. ای میشه x مکعب تقسیم x x مربع منفی 4x تقسیم x 4. این حال x شبان او با دو قوس تجزیه میشه. x منفی 2 x مثبت 2. نه؟ ایتو میگم. اینی میشه x. ای دیگه از ای آیا x مربع منفی 2 مربع نیست؟ هستنی؟ اگر هست خیلی میتونیم نشته کنیم x او به دو قوس x منفی 2 x مثبت 2. بالاخره ما تانستیم که این افاده رو تجزیه کنیم به x ضرب در x منفی 2 x مثبت 2. بر صورت فکر میکنم تکمیل است. بر صورت یک سوال دیگه در ذهنتان شاید بگرده استاد اگر امی تفاضل مربعات نباشه مجموعی مربعات باشه چطور کنیم؟ باز مطابقت ها رو بیاز خواندین. در مطابقت های نو سوم اگر n جفت باشه یک فرمول را اونجا برایتان توضیح دادیم و شما میتونید با استفاده از اون فرمول استفاده کنید. ولی باز هم خیر است به خاطر که یادآوری شوه یک تکرار بسیار خلاص میکنم برتان ولی ای باز استفاده نمیشه. صحیح؟ یعنی من اینطور میگم اگر افاده ما به شکل a مربع جمع b مربع باشه این رو چطور تجزیه میکنیم؟ این تفاضل مربعات نیست مجموع مربعات است. در این حالت چی کار میکنیم؟ در این حالت ساده هست. شما از مطابقت a جمع b کل مربع استفاده کنید. این مطابقت که انکشاف بدین a مربع جمع b مربع مثبت 2ab است. 2ab شی طرف مساوات میارم این میشه a مربع جمع b مربع مساویس ای جمع بی کل مربع باشه کار ندارم. یعنی دو ای بی رو کیسو بیاریم؟ منفی دو ای بی. بازم مجموعی به مربعات شکل تفاضل مربع را گرفت کاش کیم یک دو داشته باشه. بسیار ساده میتونم ای مربع جمع بی مربع ایوز از ای ای جمع بی کل مربع باشه اینی رو نشته کده میتونم دو ای بی کل مربع آ میتونی بیاز مربع هم رای جذرش خلاص میشه. خیلی نامی نزینی را میمانم ای نام زیر میمانم بی. خیر من اشتا میکنم A مربع
جمع بی مربع که مجموع مربعات است، شکل ای مربع منفی بی مربع تفاضل مربعات گرفت و ای به دو قوس تجزیه میشه، یکش منفی یکش مثبت، یک ایده ای قوس، یک ایده ای قوس که خود ای ای جمع بیست، یک بی دی قوس که جذر دو ای بیست، یک بی هم دی قوس جذر دو ای بی. شما میتونید که از این فرمول هم استفاده کنید. مثلا مثال ساده، فرض مثال یک کس میگه x مربع جمع 25 y مربع را تجزیه کن. چی کار میکنین؟ a و b تانو جور کنین، a خودش x مربع جمع 25 y مربع عبارت از 5 y کل مربع نیست، هسته ایواز از اینی ای ایواز از این ای بی، ای مربع جمع بی مربع، اینی تیپ گرف. خیزی فرمول استفاده کنین، ای میشه قوس ای اکس جمع بی پنج وای جمع جذر دو ای بی، دو ای تان چند اکس بی تان پنج وای، ای یکش. قوس دیگیش اینجا ناشته میکنم، اکس مثبت پنج وای، اینجا علامه منفی میشه، منفی دو این دو ای اکس ضرب بی پنج وای. این ساده میسازم، این میشه اکس مثبت پنج وای مثبت دو پنج ده اکس وای. اما این باز استفاده نداره، بهتر از کوکم بکنین تجزیه نمیشه. این دیگه تام اکس جمع پنج وای منفی دو پنج ده اکس وای. این همین رقم هر افاده که به شکل ای مربع جمع بی مربع بیه، شما میتونید با در نظر داشتی این فرمول او را تجزیه کنید. بر صورتی را کپی کنید. ای بود بحث امروز، تا لکچر ما بعد به الله پاک میسپارم. خدا حافظ.